همیشه تو قصه ها یکی بود یکی نبود، زندگی رنگی نداشت اگه قصه ای نبود. لب تاچه یه گلی از زمانای قدیم، یه کتاب قصه بود که اونو ورق زدیم. سر زدیم به قصه هاش، قصه های ایرونی، به هزار و یک شب و قصه صحنه. قصه سازی میکنیم زیر این چرخ کبود، هر کدوم نقشی رو بازی میکنیم، جون میدیم به قصه ها، قصه هایی از کتابای قهر، از همون حکایت ها که به آسونی فراموش نمیشن. قصه گوی مهربون برامون قصه بگو، کتابا زنده میشن با صدای قصه گو. برامون قصه بگو که همه منتظرن تا با نقشای جدید توی قصه ها برن. یکی بود یکی نبود، روی صحنه قصه سازی میکنیم زیر این چرخ کبود، هر کدوم نقشی رو بازی میکنیم، جون میدیم به قصه ها، قصه هایی از کتابای قهر، از همون حکایت ها که به آسونی فراموش نمیشن. ساعتی دارم خیلی قشنگه، وقتی که میچرخه اینجور صدا میده، تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک. کفشایی دارم خیلی قشنگه، وقتی که راه میرم اینجور صدا میده، تک 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 تک. شیپوری دارم خیلی قشنگه، وقتی که میزنم اینجور صدا میره، ماشینی دارم خیلی قشنگه، وقتی که راه میرم اینجور صدا میده. اسب سفیدم خیلی قشنگه، وقتی که میدوه اینجور صدا میده، پیتیکو 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 پیتیکو. اما تفنگم توش یه فشنگه، وقتی که میزنم اینجور صدا میده، به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر، جهان صحنه و کارگردان خدا، سپارت به هر بنده نقشی جدا. اینجا صحنه نمایشه، ما بازیگری، ما شما رو میخندونیم، ما شما رو میگریونیم. موافقیم بریم سراغ قصه امروز؟ نه. اینجاست که میگن یکی بود یکی نبود، یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، زیر گنبد کبود. بله، در روزگاران قدیم بازار و بازارچه‌ای بود. توی بازارچه عطاری بود که توی بازار چی میفروخت؟ داروهای گیاهی. این عطار ما یک شاگردی داشت، شاگردش پسر خوبی داشت، اخلاقش خوب بود، اما یه ایرادی داشت. بگین چه ایرادی؟ چه ایرادی؟ از حساب کتاب خوشش نمیومد، اصلا حوصله حساب کتاب نداشت. موافقین بریم ادامه قصه رو تو بازار چه؟ بله.
پس بریم تو بازار. بیا این ور بازار برو ور بازار، بیا این ور بازار نرو اون ور بازار، آخ بیا این ور بازار نرو اون ور بازار، آخ بیا این ور بازار. صد بار میگم ترنجبین، باز میگه زنجبیل. دیگه چی کار میکنی؟ اوستا سلام. داشتی حساب کتاب میکردی ها؟ سب کن ببینم از کی تالا تو اینقدر زرنگ شدی؟ خب بیار ببینم چی کارش کردی. نه ولش کن. چی رو ولش کن؟ حساب کتاب خیلی مهمه، الکی نگو ولش کن. خب اینجاست. چرا اینا اینجوریه؟ اوسا کی حال داره حساب کتاب کنه؟ ولش کن عزیز من. چند بار بگم این که کاری نداره. ببین یهگان داریم، دهگان داریم، صدگان داریم. خب سه میره بالا، این میاد پایین، این میشینه کنارش، میشه قابل شمارش. یاد گرفتی؟ آره تو گفتی منم باور کردم. خیلی خوب، حالا بیا برو یه بار اومده جمع کن همه رو بذار تو انبار. کدوم بار؟ یه بار پونه میبری میذاری انبار بالا خونه. لونه رو ببرم تو خونه؟ من گفتم لونه رو ببر تو خونه، میگم پونه رو ببر انبار بالا خونه. شونه؟ اوسو ما عطاریم، نمیبینی خراز نیزیم. عزیزم نگفتم شونه، میگم یه بار پونه جمع کن ببر انبار بالا خونه، انبار بالا خونه. متوجه شدی؟ همون انباری که پر کوده. انبار پر کوده؟ عزیزم پونه، نه نشد. دوای گوش سنگین روغن بادام تلخه، الان درستت میکنم. اوسا نه فهمیدم دیگه، گفتی بار پونه کوهیو میبرم انبار بالای خونه. دیدی هم گوشت را افتاد هم هوشت. اوسا ما که دیروز پونه خریدیم. بله ما پونه خریدیم، اما این بار ارزون بود، گفتم بخرم انبار پرشه. جیب شما باره بول میشه ها؟ آره من برم. با حساب کتاب درست درمون هم جیب من پر پول میشه، هم به نفع توه عزیز من. اوسا چرا حساب کتاب؟ کی حال داره حساب کتاب کنه؟ حالا یه سیر اینور و اونورتر که فرق نمیکنه زیاد. آقا جان چرا متوجه نمیشی؟ حساب کتاب مهمه. از قدیم میگن قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. یاد گرفتی؟ آره دیگه. قطره 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 بقیه چی؟ قطره قطره دیگه هیچی. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا. شاگرد عطار رفت انبار تا کاریو که عطار گفته بود انجام بده. اما فردای اون روز تاجری برای تجارت عود به بازارچه اومد. القصه. آی قصه 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 نون و پنیر و پسه، آی قصه 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 نون و پنیر و پسه. زن دنبال عود میگردم، شنیدم بهترین عود و سراغ داری. درست شنیدی، خوب جایی اومدی. پس سراغ داری؟ آره؟ آره، یه دوستی دارم که تو کار عود و از اینجور چیزاست. الان دیگه پول تو عوده. عود تو پوله؟ پول تو عوده. چه جوری عود تو پوله؟ هیچی ولش کن، همین که گفتی، همین عالیه. باشه، پس شریک بشیم دیگه. قبوله. خب پس تو پولو بده، منم میرم اودو ازش میخرم. قبوله، بفرما. ما یه تاجر خوشحالیم، از بی پولی بیزاریم، دنبال پول و مالیم، دنبال پول و مالیم. دنبال پول و مالیم، آخ دنبال پول و مالیم. سلام علیکم، تاجر باشی
داری رد میشی، کجا میری؟ خودت بگو، خودت بگو، خودت بگو. داریم میریم عود بخریم، یه چیز پرسود بخریم، با دقت و خوب بخریم، زود بخریم و زود بخریم. بله، تاجر و تاجر باشی راه افتادن برن تجارت کنن، میخواستن با هم شراکت کنن. کجا میرن؟ میرن عطاری، میرن سراغ عطار، اما باز شاگرد تو مغازه است، همون شاگرد خوب و مهربون، شاگردی که خیلی اخلاق خوبی داره، فقط یه ایرادی داره و اون اینه که اصلا حساب کتاب نمیکنه، حال و حوصله نداره. بریم توی بازارچه ببینیم چه خبره. بیا این ور بازار، نرو اون ور بازار، بیا این ور بازار، نرو اون ور بازار، بیا این ور بازار، نرو اون ور بازار، بیا این ور بازار. آی از این جنسای مرغوب، یه مقدار زعفرون و برگ مارچوب. کیف کردی یا نه؟ بله بله، نوز نفس دوستو زده باشی. یه مقداری کاکوتی میریزم توی قوتی، آخ میریزم توی قوتی، از این خاک شیر اعلا، از این خاک شیر اعلا، از این ریحون و نعنا، آخ از این ریحون و نعنا، از این ریحون. سلام، خوش اومدید. خیلی خیلی خوش اومدید. سلام به روی ماه شما. بفرمایید بفرمایید پسر جون، بپر دو تا چای زعفرونی لبسوز، همچی دیشلبه برده بیار خدمت خانم، یکی هم برای من بوده. بابا اون رو تازه گذاشتی هم دم میکشی و هنوز دم نکشی. ممنونم. ببخشید دیگه، دم میکشی دم شده. اومدم خدمتتون بگم که یکم پونه کوهی میخواستم. بله پونه دارم. چه پونه ای؟ درجه یک تو این راسته بازار، از کیفیت و قیمت هیچ کی مثل ما نیست. حالا به بابا چقدر میخوای؟ 5 یا 6 مثقال. 5 مثقال یا 6 مثقال، بین 5 و 6 خیلی فاصله است. بستگی به پولش داره. عرض کردم هیچ کی از ما خوش قیمت‌تر جنس دست مردم نمیده که. بفرمایید. اینم 5 مثقال. خوبه؟ پسرم. اول بذار روی ترازو وزنش کن، بعد بده دست خالو. اوستا من چشم ترازوه. اوستا خیالت راحت باشه عزیز من. چشم ترازوه چیه؟ کاسبی فن داره، فون داره، حساب داره، کتاب داره، همینطوری که نمیشه که. آی بابا وزن کنی. عجبا عجبا. ببین اوستا، ببین اینو میذاری اینجا، اینو میذاری اینجا. باشه بده بره. بیا دیدی دیدی گفتم بله بله. دست شما درد نکنه. سلام برسونی در خدمت. پسر جون حواست به کار و زندگی باشه. این چه دخل باید تو آخر برو برشکست میکنی؟ اوه گفتم که من چشم ترازی. حواست به دخل و دکون باشه، زود بر میگردم. بیا بالا خدا. دارم و هم برگ ریحون، کاکوچی دارم و اومدیم عود بخریم، یه چیز پرسود بخریم، با دقت و خوب بخریم، زود بخریم، زود بخریم. سلام علیکم، خیلی خوش اومدین. عود میخواین درسته؟ بله بله. من بهترین عود کشور رو دارم. چقدر هست؟ یه انبار. منظورم وزنشه. وزنش اینه 200-300 کیلو. 200 کیلو یا 300 کیلو؟ به چشم من دقیق 230 کیلو. مگه چشمیه؟ مگه وزنی نیست؟ حالا پولش چقدره؟ 250 سکه. 250 سکه؟ آره. واسه 300-250 کیلو من 130 تا میدم. بار بابا خیلی کمه، خدا وکیلی نمیارزه. نمیارزه؟ آره اب نداره. باشه بزید پولتون رو بزید، پولتون رو بزید ببینم چقدره. برید انبار اون ور، هر چی میخواید بردارید. کلش کلش دو تا دیگه. بابا هر چیزی حساب کتابی داره. آخه همینجوری به مشتری بگیم بیا اینو بردار برو، شاید کم بشه، شاید زیاد باشه.
شاید حق مردم رو ضایع کنیم یا اینکه اصلا ضرر بزنیم به صاحب اون مغازه. القصه تاجر و تاجر باشی رفتن انبار رو خالی کردن، یه پول کمی دادن ولی کلی جنس بردن و توی شهر پیچید، توی بازارچه پیچید که ای وای کلی جنس بردن و عطار بیچاره شد. های لای 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 ریلالالو رالالالو ریلالالو. قصه گو قصه میگو قصه یه سر بسته میگو، قصه گو قصه میگو قصه یه سر بسته میگو، قصه گو قصه بگو قصه یه سر بسته بگو، قصه گو قصه بگو قصه یه سر بسته بگو. خب خسته شدم، بقیهش بمونه بر فردا. نه 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 نه، بر پس فردا. نه بقیه قصه بشه برای هفته بعد. نه. قصه ها رو دوست داریم؟ بله. خب پس بریم ادامه قصه رو ببینیم و بشنویم. اما همونجوری که میدونید شاگرد عطار باشی کل انبار و عوداشو داد به تاجر باشی، برداشتن و بردن، یه مقدار پول دادن اما یه انبار عود با خودشون بردن. این خبر توی بازارچه پیچید و رسید به گوش عطارمون. عطار وقتی شنید که کل انبارش رفته، بقیهش رو باید ببینیم. ببینم شاگرد عطار کجاست؟ ها؟ شاگرد عطار؟ اومدم باز اومدم با ساز و آواز اومدم. آقا همه چی رو به باد دادی، تازه با ساز و آواز هم اومدی. بریم ادامه قصه رو با هم دیگه ببینیم. بفرمایید. آی بدبخت شدم و بیچاره شدم و آخ بدبخت شدم و بیچاره شدم و بدبخت شدم. من میگم بدبخت شدم، تو داری شادی میکنی؟ نه اوزو، میگم مژده بده. مژده بده؟ منو بیچاره کردی؟ منو ورشکست کردی؟ مژده که چی میخوای؟ ولش کن اوزو، میگم همه اوزاتو برات یه جا فروختم را. بله شنیدم، تو بازار هر کی به من میرسید سر تکون میداد. پسر جا آخه قربونه تو برم، چرا بدون اجازه این کار کردی؟ پای ترازو میخوای به مشتری جنس بدی وزن نمی کنی، میخوای یه چیزی رو بشموری حساب کنی کم میزنی. عزیز من گناه داره، حق الناسه، یا گناه مشتری به گردنت میمونه یا من بیچاره رو ورشکست کردی. ببینم اون همه جنس توی انبار رو حالا چند فروختی؟ اوسا اینو حالا نگاه کن ببین چقدره؟ 130 سکه. 130 سکه؟ اون همه جنس تو انبار 130؟ پسر جون اگه 10 تا از اون کیسه ها بهت میدادن کم بود. چرا حواست رو جمع نمی کنی؟ چرا منو بیچاره کردی؟ بلد دست تو چیکار؟ الهی که من تو رو بفروشم به جای این احمد چنبل بری دیگه نبینمت. اوزا یعنی اودا پر؟ قلبا برو دیگه نبینمه. با این اشتباهی که شاگرد عطار کرده بود باعث شد که عطار حالش بد بشه. این قصه زیبا از کلیله و دمنه بود. توی قصه ها خیلی حرفا هست، خیلی نکته ها هست که ما باید یاد بگیریم. حتی تو بازی بچه ها مثل عمو زنجیرباف یا بازی هایی که میکنن بچه ها خیلی چیزها رو یاد میگیرن. پس فراموش نکنید که به بچه ها قصه بگید. قصه های ایرانی پر از حکمت پنده. قصه ما به سر رسید. کلاغه بخونش نرسید. قصه ما به سر رسید. کلاغه بخونش نرسید. قصه ما به سر رسید. کلاغه بخونش نرسید. کلاغه بخونش نرسید. خیال تو پر بده تو آسمون،
سرسر بازی کن رو رنگین کمون، ماهک نقره ای رو قایق ببین، پارو تو بردار و تو قایق بشین، ابرا رو فوت کن یه ستاره بردار، هر جا که خواستی قایق و نگه دار، باد میاد پلت میده تاب تاب، خسته که میشی روی ابرا بخواب، حالا دیگه وقتشه که رویاهات قصه شه، تو هم میاد بازی که قصه تو بسازی، حالا دیگه وقتشه که رویاهات قصه شه، تو هم بیا تو بازی که قصه تو بسازی. با هم میریم توی کتاب قصه، خاطره میشیم توی قاب قصه، هم میریم توی کتاب قصه، خاطره میشیم توی قاب قصه. حالا دیگه وقتشه که رویاهات قصه شه، تو هم بیا تو بازی که قصه تو بسازی.